سلام، وقتتان بخیر و بسیار زیاد خوش آمدید به گفتگوی امشب من مختار لشکری و قرار است که نزدیک به یک ساعت یک گفتگو داشته باشیم با شخصی که مطمئنن شما او را میشناسید، مخصوصا از 1.5-2 سال پیش به این سو بیشتر با او آشنا شدید. در این برنامه مهمانی از کابل با خود داریم، مهمانی از میان افرادی که باعث فرار صدها هزار صاحب خانه کابل شدند. مهمان امشب علامتهای سوال زیادی در زندگی خود دارد، حداقل در طول همین 1-2 سالی که ما او را شناختیم. خانم ها و آقایان، او طالب است اما از زمان به قدرت رسیدن دوستانش 3 بار دستگیر و به زندان انداخته شده است. این شما و این مهمان امشب برنامه کاکتوس. جنرال مبین سلام، وقتتان بخیر، امیدوار هستم خوب باشی جنرال صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته محترم عسکری صاحب، بر شما و به همه بینندگان برنامه کالتو سلام خود را عرض میکنم و تبریکی ماه مبارک رمضان را برشان میگم. خداوند کنه که ماه پر برکت، ماه امنیت باشه، ماه ترقی افغانستان بگرده، زنده و سلامت باشن. بخیر باشید، زنده باشید. این ماه مبارک رمضان را به شما هم مبارک باد میگیم. اول جنرال صاحب، یک سوال مرا شما پاسخ بدید. شما جنرال کدام نظام هستید؟ این رتبه ای که شما را به نام جنرال مبین میشناسند را چه کسی به شما عطا کرده؟ در کدام نظام شما جنرال شدید؟ شما پلیس، جنرال پلیس هستید، جنرال ارتش هستید، جنرال کدام ارگان هستید؟ خیر ببینید، زنده باشین عسکری صاحب. اصلا همین نام جنرال لشکری صاحب ما خوش ندارم، چون در یک برنامه که در لایفا بودن یک کس صدا کردن، بالاخره امی که مرا جنرال گفتن، یکی از جنرال های حکومت سابق همراه ما در برنامه بودک و مرا دشنام داد، اخطار داد و بالاخره در دلایلی که بین دو طرف صورت گرفت، ما او را غلام خطاب کردم، مزدور خطاب کردم و بالاخره نوکر امریکا، و گفتمش اگر امریکایی ها نباشه شما 5 روز هم در کابل نمیتونین بدو باش کنین. با اونمو سبب بود که مردم سر ما صدا کرد که جنرال و جنرال، بالاخره جنرال شدم. و امی جنرالایی که در طول تاریخ افغانستان تیر شده، همه گیشان کدام پانتونی را نخوانده، کدام حربی شوانزای را نخواندن. ما مثالش دوستم میتوم فلانه و عطانور و بستان، به صدها جنرال ماشینی داشتم. ما الحمدلله جنرال هستم که همه جنرالای ماشینی را دیگه بخیر، از کلاب هم تیر کردیم، از تاجکستان هم و بالاخره در کمپای اروپا برشان جای عیار کردیم. پس شما یک جنرال مسلکی نظامی نیستید، شما یک جنرال خودخوانده هستید و در کنار نامتان رتبه جنرالی رو گذاشتید و به نام جنرال مبین خطاب میشید، درست است؟ البته نه، لشکری صاحب جنرال خودساختم نیستم. من جنرال هستم که سکات میلر و هزارها جنرالای امریکایی را از افغانستان به فرار مجبور کردیم. جنرال هستم که فاتح کابل هستم. جنرال هستم که 40 کشور در افغانستان زانو زدیم و از افغانستان خارج کردیم. جنرال خود ساختم نیستم، اما جنرالی که از حربی خوانزای پاریخ شده او رقم جنرال هم نیستم. جنرال هستم که روبرو با جنرالای امریکایی ها در نبرد روبرو شدیم و وارایی بایی مجبور کردیم که کشور ما را ترک کنه و آزادی خود به زور بگیریم از پیشان. ما برتان تبریک میگم این نوع شهامتتان را و اعتماد به نفستان را. اما شما در جای از صحبتهایتان از آقای مارشال دوستوم یاد کردید، از رتبه نظامی او یاد کردید. این را شما میدانید که مارشال دوستوم رهبر سیاسی یک قوم بزرگ در افغانستان، قوم ازبک هست و یکی از افتخارات قوم ازبک هست و یکی از و تنها مارشال زنده نظام افغانستان و کشور افغانستان هست. ما فکر میکنم که طول تاریخ مبارزات مارشال دوستوم یا جنرال دوستوم با مخالفین نظامی و سیاسی خودش نشان میده که به هر حال سالهای سال او شخص در میدانهای نبرد حضور داشته. آقای مبین، لشکری سر محترم، البته هیچ کس را ما باید به
به قوم رب نتیم. جنرال دوستم کسی بود که دو بار او را مجبور به فرار ساختیم و ما شخصی هستم که دریشی مارشالیش کشیدیم و خود ما پوشیدیم و به خانهش رفتیم، به قصرش رفتیم، اسپایش دیدیم، خانهش دیدیم. امو چیزی را که به خود کرده بود به قوم خود نکرده بود، چیزی که به پسرها و به دخترای خود کرده بود بر قوم ازبک نکرده بود. هیچ قوم به قوم خود خدمت نکرده، نه کرزای به پشتون کده، نه غنی به پشتون کده، نه قدیر زاید به پشتون کده، نه امرالله صالح به تاجک کده، نه اتانور. هیچ قوم به قوم خدمت نکرده، به جیب خود خدمت کرده. و ما یگانه فردی هستم که بینمی نام و نشان خود بوجی آرد پشت سر مستک و خانه به خانه یتیما میگردم و آرد میتم، برش روغن میتم، پرسانش میکنم. برای ما تفاوت نداره که بیوه و یتیم از ازبک است، از نظام سابق است یا از طالب است. خدا را حاضر و ناظر میدانم، به خانه شان میرم برشان از دست که ما چی میشه، خدا کنه یک خرما باشه ما برشان میبرم. بسیار خوب آقای مبین، شما یاد کردید، گفتید نه آقای کرزای غنی به پشتون خدمت کردن، نه مارشال دوستون به ازبک ها و نه امرالله صالح به تاجک ها. ما میخوایم بدانم که آیا ملا محمد عمر به پشتون ها خدمت کرد، به افغانستان خدمت کرد؟ آیا ملا هیبت الله در حال خدمت کردن به مردم افغانستان و به پشتون ها هست؟ آیا با بسته نگه داشتن و با بسته کردن دروازه مکاتب بر روی نیمی از جامعه میشه گفت که ما در حال خدمت کردن به مردم هستیم؟ آقای لشکری، ملا محمد عمر کسی بود که قصابای کابله، کسی که کابله به ویرانه بدل کردن، کابل امن ساختن، 95% خاک افغانستان تحت سلطنت خود آوردن و در هم افغانستان امنیت آوردن. پیش از اینکه ملا عمر بیایه کابل قصابخانه بود، سینه های دخترای افغان بریده می شد، میخ کوبیده می شد، به نام زرداد و به نام قلم و چمن و به نام گلمجم، به نام صدها پاتکیا مردم چیر می ساختن. از قندهار شروع، از هرات شروع تا ترخمه، هر تنظیم، هر قوم به قوم خود ظلم کرده بودند. یگانه کسی بود که رحمت برای افغانستان شد که او علی قدر امیر المومنین مرحوم ملا محمد عمر بود که آمد افغانستان را امن ساخت. و بعد از رحلتش، بعد از وفاتش، بعد از شبه کردن حکومتش، یک خانه و ایرانه داشته که وام از دیگه کس برده و زندگی میکد و در پهلوی بیس ناتو بود. ملا عمر کسی بود که به بچه خود، به اولاد خود، به خاندان خود، به قوم خود قصر نساخت. اسبهای زینکده از پیشش نمان، موترهای زری از پیشش نمان، اپارتمانهای بلند منزل و دزدی ها از پیشش نمان. یگانه کسی بود که امریکایی هم سر از این اقرار میکنه که واقعا ملا عمر یک مردی بود در افغانستان که افغانستان به حالت فعلی آورده انشاءالله. مثل که از احمد شاه مسعود نماند، از دکتر نجیب نماند، از عبدالعلی مزاری نماند. ایره من قبول ندارم که احمد شاه مسعود قصر نداره، بلکه پسرایش داره، بیادرایش داره، همه کابل غصب کرده. در حدود 5000 متر مربع در شیرپور غصبش برآمده، لستایشان برآمده. و از عبدالعلی مزاری را من خبر ندارم، معلومات ندارم، پشتش دروغ هم گفته نمیتونم. سردار داوود هم من خبر ندارم، شاید قصر نداشته باشه. نجیب هم خبر ندارم که قصر داره یا نداره. اما کسی را که شما نام بردین، در حدود 20 سال در کابل کسی نبود که قصر نساخته باشه، کسی نبود که زمین غصب کرده نباشه. از والی گرفته تا وکیل پارلمان، تا سیاسون، تا وزیر، تا رئیس جمهور، همه ایشان دزدی کردنی معلوم، گپ معلوم است. هر اداره که بری دزدی های از یا فراوان معلوم میشه. ما گپ ملا عمر را که زدم، ملا عمر به مردم افغانستان آزادی را آورد، مردم افغانستان از جزیره های قدرت خلاص ساخت، کابل از ویرانه به قرار کردن. شما مردم کابل پرسان کنین، 20 سال پیش وقتی که تنظیمای اسلامی در بین خود به جنگ شدن، کابل طوری به خون و خرابه کشاندن که مردم سر روسا و سر کمونیستا شکر میکشیدن که ای کاش که روسا از افغانستان نمی‌برآمدن. اینمی ملا عمر بود که صدای مردم شنیدن، آمدن. وقتی که آمدن در ظرف یک ماه الا دو ماه تا سرحدات کابل خود رساندن، بالاخره بعد از جنگای شدید فاتح کابل شدن و اینمی جنرالای پلاستیکی را که شما نام بردین تا کولا بدواندن. پس با توسط امریکا و با توسط ناتو و
با بالهای بی 52 وارد کابل شدن، پس اونمو بیادبی ما پونمو خرک اونمو درک اونمو لندغرا بود، اونمو کسای بودن که کابل و ایران کرده بودن، ناقضین حقوق بشر بودن، ظلم و جنایت های را دوباره رخ دادن که بهترین نمونهش نمونه دشت لیلی است که در حدود 10,000 الی 12,000 مردم افغانستان اسیرا را کشتن، به شهادت رساندن که یالام نمونهش در اوجه موجود است. آقای مبین، شما در مورد خدمت کردن و خدمت نکردن صحبت کردید، شما در مورد این صحبت کردید که چه کسی بهتر از ملا محمد عمر خدمت. من میخواهیم بدانم که در شرایط فعلی آقای ملا ایبت الله دروازه مکاتب را بر روی دختران بسته، آیا شما نام این حرکت را، نام بسته کردن دروازه مکاتب و دانشگاه ها را خدمت میگذارید؟ این سوال است که لشکری سه به شمول ما هیچ کس جواب از این نداره. چرا دروازه مکاتب بند شده؟ علت و دلیلش هم تا بال کسی نگفته. هر کسی را که این سوال میکنی از این سوال مگرزه. خب ما برات قاطع میگم لشکری صاحب که اگانه مشکلی که در افغانستان یال مردم دوچار است، مردم سوال میکنه، مردم افغانستان سوال میکنه، این همی سوال است که ما هم جوابش ندارم، هیچ کسی در امارت اسلامی جوابش نمیده، فقط میگه کوتاه مدت مشکل است، مشکل حل میشه. ما این همی سوال قطعا نه جوابش دارم و نه جوابش خواهد پیدا کردم که چرا مکاتب بر روی دختران بند شده، چرا پانتونا بند شده، علت و سببش چی است. میتونیم که برای خواهرای ما جدا پانتون، جدا مکتب بسازیم تا زمینه تعلیم برشان برابر شه و جدا برن، صنفایشان جدا باشه، هر رقمی که یا حجاب میخواه، هر چیزی که میخواه، مردم خواهرای ما مسلمان است قبول میکنه، اما علتش کس نگفته. بسیار خوب، پس شما هم مثل آقای سراج الدین حقانی با این دستور و فرمان آقای ملا ایبت الله مخالف هستید؟ مخالف فرمان نیستم، اما مردم افغانستان اینمی سوال داره. ما کاملا مثل که آقای سراج الدین دیگر سران امارت اطاعت میکنه، از امرش اطاعت میکنیم، اما جواب مردم افغانستان باید داده شود. آقای مبین، من میخوایم از شما ازدواج کردید؟ بله. فرزند دارید؟ بله. دختره که مکتب را دارید؟ بله، دو تا دخترم است که دویشان مکتب میرن. در کجا؟ در مکتب نامش نمیگیرم، اما در مکتبی که طبق خواهش ماست که من خودم در موتر پیش روی خانه ما میایم میره، چون مشکلات امنیتی است من نمیتونم که نامش بگیرم، اما دخترای ما حلف میکنم که من مکتب میرم. پس شما برخلاف دستور رهبرتان دخترانتان را به مکتب میفرستید؟ نه خیر، دخترای ما که هست که از سنف 6 به پایان سبق میخوان آقای لشکری صاحب، یعنی اگر از سنف 7 به بالا باشن شما اجازه نمیدید طبق دستور رهبرتان که آنها به مکتب برن؟ خب مکتب نیست دیگه، کجا بره لشکری صاحب که مکتب بند باشه بعد از سنف 6؟ دخترای ما در کجا سنف 7 بخوانم؟ من میخوایم از شما این را بدانم آقای مبین که اگر دختران شما بخواهن به مکتب برن از سنف 7 به بالا، شما این اجازه را با آنها خواهید داد یا خیر؟ بله، مکاتب خلاص شد، چرا اجازه نمیدن؟ بسیار خوب، آقای مبین، من میخوایم بدانم که شروع حرکت شما با گروه طالبان از کجا بود؟ شما چند ساله بودید؟ کی و در کجا برای نخستین بار به گروه طالبان پیوستید؟ نخستین بار ما در مدرسه قلی اردوی کابل سبق میخواندیم، وقتی که جوان شدیم اولین بار ما به قربان تشکیل ما شد سال 1998 به طالبا پیوندیم، چون پدر ما که بود امرای طالبان بود، رئیس ریاست شهدای مایبین لوگر بودن، پدر ما یک عالم دین بودن، از امو وقت با طالبا پیوستیم تا به امروزه. البته وقفه شده بعد از 2001 تا 2008 با طالبا هیچ کدام رابطه سیاسی نداشتم. اما بعد از 2008 دوباره به گروه طالبان پیوستید؟
بیادر ما از 2002 امرای طالبا بود، امرایش کمک میکردیم چون خانواده ما تنها بود. ما دو بیادر هستیم که فعالیت خانه را داشتم، کار میکردم، تجارت داشتم. تا به فتح کابل ما تجارت خودم میکردم که از اون به بعد تجارتم از دست ما رفته. بسیار خوب. آقای مبین، شما در گروه طالبان چه وظایفی را ایفا کردید و چه وظیفه‌ای داشتید؟ آیا امکان داره برای من بگویید که در طول سالهایی که در گروه طالبان بودید چه فعالیت‌هایی می‌کردید؟ لشکری صاحب، ما عسکر بودم. هیچ کدام وظیفه رسمی نه او وقت داشتم و نه یال داشتم. ما گفتم که ما تجار بودم، جهادم با نوبت می‌کردیم. هیچ کدام وظیفه نداشتیم. البته در رسانه ها بعد از 2014 که ما آمدم، طالبان ما را تشویق کرد، سران طالبان ما را تشویق کرد. من نمیخواستم که امرای رسانه ها روبرو شو، من نمیخواستم که تجارتم از دست ما بره، من نمیخواستم که من مجرم معرفی شم به نزد امریکایی ها، به نزد نظام کابل، چون ما در کابل در سرای زرداد در 2010 در مندهی کابل ما عمده فروشی بود داشتم، در اوجه تجارت میکردم. چون نمی مجبوریت ما بود که همه قوم ما، خیش ما، علمای دین بر ما میگفت که یک خدمت است برای تو، همین خدمت ادامه بده. ما مجبور شدیم و کدام پول هم نگرفتیم، امتیاز هم نگرفتیم. بسیار خوب. من تصویری را در صفحات اجتماعی از شما دیدم که شما در حال توزیع کردن کمک، همان کمک که گفتید بوجی آرد در پشت میمانم و پشت دروازه خانه مردم میبرم، در حال توزیع کردن فکر میکنم آرد بود و روغن بود و چی بود؟ یک بشکه‌ای از روغن فکر میکنم 20 لیتر بود، به کسی کمک کردید؟ گفتید که روغنش رو بخوری، بشکه‌ش دور نپرتی که بسیار به درد میخوره، برای ما پس بده که ما رو بارود پر کنیم. من میخوام بدانم که آیا واقعا شما در زمانی که در گروه طالبان بودید کاری چون صحبتی که به زبان آوردید کردید؟ یعنی پولی، پلچکی، عسکر اردوی ملی، قل اردوی را پراندید یا نه آقای مبین؟ نه، تابال نکردم آقای اسکری صاحب. چرا گفتید؟ خب امی یک ضرب المثل مشهور است در بین طالبا که امی بشکه بسیار یک نام کلان داره. بشکه بود که امریکایی ها را از افغانستان خارج ساختن، بشکه بود که هیچ علاج نداشتن، بشکه بود که اساکر امریکا را که به مریخ روان کردیم تابال به زمین پس نامدن. بسیار خوب. پس اینقدر خدمتی که بشکه به طالبا کرده، خود طالب به طالب نکرده. آقای بسیار خوب. آقای مبین، من میخوایم از شما بدانم که چرا شما در نظام دوستانتان، یعنی در نظامی که حاکمیت او در دست دوستان طالبتان هست، سه بار به زندان انداخته شدید؟ مگر شما جز همین گروه نبودید که فاتحان کابل نام دارن؟ عسکری صاحب، اینمیم یک بالای قانون است که هر کس را طالبان میتونه به زندان رهی کنه. اما در حق ما، معلوماتی که شما دارین که سه بار ما زندانی شدیم، در حق ما کدام مجرم نبودم، کدام جرم را مرتکب نشدم. البته یک چیزایی بود که اصلا برای ما قابل تأسف بود. ما زندانی هم نشدیم. البته بار اول ما زندانی شدیم. بار دوم ما یک مهمان بودم، یا ما چون که با پشتو ما ایره میگم که مهمان خصوصی یا چی است، خو موبایل ها از پیش ما گرفته شده بود. موبایل دسترس نداشتم و نمیفهمیدم هم که ما چرا به ایج آمدیم، چی گپ است. وقتی که پس به خانه میرفتم، برای ما میگفت که اینی یک مشکلاتی است که باید از این بابا تکرار نشود. و کدام کاری هم نبود که باید ما به خاطر از زندانی شدم. جرم شما چه بود؟ چی میگفتن به شما؟ دوستانتان شما را به کدام دلیل میگفتن که شما بار اول زندانی شدید و بار دوم موبایل هایتان گرفته شد و شما را به جایی بردن؟ بار اول خو که من زندانی شدم، ریاست جنایی کابل مرا تلبیستن. اونجا که رفتم برای ما گفت که اینو تو یک جرمی را مرتکب شدی، ای حتا آمده و تو 7 نفر را تو کوب کردی. ما گفتم ما نکردیم. بالاخره که او دوسیه تکمیل شد، حدود 3 روز بعد حقایق کلش معلوم شد. ما گفتم فردی که مردم از لتو کوب کرده در کابل است،
و میخواه که از کابل بروان، شما برین از او پرسان کنین. ما هرگز ما یک سیلی را به افغان خود را وادار نیستم. من خویی که یک آدم را تکوف کنم، باندازی کنم که او کبود شوه. الحمدلله بعد از او که امو مسئله روشان شد، حقایق معلوم شد، مرا گفت پوزشم خواست که برین به خانه تان برین. شما در یک ویدیو قبل از اینکه گروهتان و دوستانتان وارد کابل شود گفتید که در بیرون از افغانستان بودید، یا نمیدانم در کجا بودید، به مارشال دوستوم گفته بودید که اگر ما بخوایم نماز جمعه هفته آینده را در کابل میخوانیم. این چنین هم شد؟ میشه در اون مورد کمی صحبت کنید؟ بله، لشکری سر ما در سپین بلدک بودم، در خانه جنرال عبدالرازق بودم. از اموجه که وقت میخواست ما یک پیغام را ثبت کردم، او اصلا سر از امی قوم از چکزای بد خورد. برای ما گفت تو اگه نرستی به خانه جنرال دوستم برو. ما گفتم برای ما هیچ قوم تفاوت نداره، ما یک ماه یا الا 20 روز یا یک ماه بعد ما خانه دوستم ها میرم، ما کابل ها میرم و ما فاتحین میرم. ما میفهمیدم که سیاست افغانستان دیگه روخش چپ خورده، امریکایی ها از افغانستان میبرایه و در تماس بودم با آقای استانکزای از دفتر قطر، وقت به وقت بر ما معلومات میداد، چون ما یکی از کسانی بودم که در رسانه ها به طالبا بسیار زیاد کمپاین میکردم. به این خاطر معلومات کاغذ پیچ را ما داشتیم که با جنرال دوستم گپ زدم. و از فتح کابل ما خبر نبودم که از جمعه آینده کابل فتح میشه. خب از زبان ما برآمد که ما جمعه آینده نماز در کابل میخوانیم، که بالاخره از جمعه که پیش ما به کابل آمدیم و نماز جمعه را هم در خوانده. بسیار خوب. آقای مبین، آیا شما از این نمی ترسید که همان طوری که یک اتفاق و یک معامله در دوحه باعث شد که دوستانتان وارد کابل شوند، دوباره یک معامله و یک اتفاق دیگر باعث شود که کسانی مثل مارشال دوستم و عطا محمد نور و اینها به کابل بیایند و بازو وقت طرفداران آنها با شما حساب خود را پاک کنند؟ اصلا اتفاق در زندگی خود دیگه نخواد افتاد، چون یا جرمای را مرتکب شدن که مردم افغانستان از یا نفرت میکنن. اگر طالبا در بین مردم کار کند، با مردم خود خدمت کند، با افغانا خدمت کند، بدون از اینکه با کدام قوم با کدام ولایت کار میکنند، بدون از اینکه به نام افغان، به نام مسلمان، به هر ولایت افغانستان، به هر قوم افغانستان کار کنن، از قوم پرستی هنوز هم دیگر دوری کنن، مردم به سینه خود نزدیک کنن، هرگز چانس هزیر دیگر آقان که نام گرفتی به کابل نیست دیگر. بسیار خوب. آقای مبین، ما و میلیون ها شهروند دیگر افغانستان رهبر شما یعنی ملا آیت الله را تا هنوز ندیدیم و طبیعتاً با کسی که او را ندیدیم و او را نمیشناسیم و اسلامیت او برای ما آشکار و هویدا نیست، بیعت کردن هم درست نیست، بیعت نخواهیم کرد. من میخوایم از شما بدانم که آیا شمایی که در زیر بیرق طالبان حالا در کابل زندگی میکنید، گاهی از نزدیک ملا آیت الله را دیدید؟ اصلا فردی به این نام وجود داره؟ نخیر، لشکری سر محترم مرا که به قندارم رفته بودم، برای ما مت دستور داده شده بود که شما به ملاقات امیر المومنین شیخ هیبت الله صاحب خواسته شدین و اوجا میرین. ما 10 روز انتظار کردم و سرنوشت ما معلوم نبود. بالاخره ما بسیار بتنگ شدم، گفتم اگه ملاقات میشه هم بعد برای ما گفته شد، اگه نمیشم. خب ملاقات ما نشد متاسفانه. پس رای کابل شدم، به کابل آمدم، چون موبایل من پیش من نبود و به هیچ چیزی دسترسی هم نداشتم. پس به کابل آمدم، از آوازه های بود از رسانه ها که ما دستگیر شدیم، ما فلان. اصلا ما به ملاقات خواسته شده بودم، خوجا نظربند بودم، موبایل پیش من نبود. وقتی که موبایل خودم میخواستم میگفت که اصولی از اینجا ایسته که با کلان امارت اسلامی ملاقات بکنی باید تلفنت نباشه. بالاخره گفتم 1 روز، 2 روز، 5 روز. خب تقریبا در حدود 10 روز ما منتظر ماندم، اما متاسفانه ما امیرالمومنین شیخ هیبت الله صاحب دیدارش نصیب ما نشد. آیا فکر میکنید یک آدمی به نام امیرالمومنین شیخ ملا هیبت الله وجود داشته باشه؟ بله 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 بله. چطور وقتی که ندیدید مطمئن هستید که وجود داره؟
مطمئن به خاطر هستم که بسیاری از سران امارت اسلامی با ایشان ملاقات کرده، با ایشان شیشته است، پیشان پرسان کردیم، درباره صحتش پرسان کردیم، از ستانکزای سه پرسان کردیم، از خلیفه سه پرسان کردیم، سراج الدین حقانی، از ملا یعقوب سب، از همه گیشان درباره صحتشان، درباره کارایشان، کلشان مطمئن است، با ایشان میبینه، هر وقت همراهشان جلسه داره، در ماه یک دفعه، دو ماه بعد یک دفعه به قندهار میره. ما مطمئن هستم که امیر المومنین شیخ هیبت الله هستک، وجودش هستک، الحمدلله زنده هستک و کارهای روزمره خود میکنه. چرا خدا به مردم نشان نمیترس؟ چی میترسد؟ چرا وقتی کسی مثل شما که طرفدار او است میخواه برای 10 روز نظربند میماند، تلفنهایش هم قید میشه و بالاخره نمیتونه او را ببینه؟ از چی میترسد مولا هیبت الله؟ خلشکری صاحب اینمی پرسان شما از کسان باید کنین که مسئولیتشان است، از کسان پرسان کنین که باید دسترسی داره. ما من حیث یک فرد افغان خودت واره نکدام وظیفه دارم، نه صرف خدمت مردم وظیفه ام است، نکدام رتبه سیاسی دارم، نکدام وظیفه سیاسی دارم. اما کسی را که تا هنوز ندیدید و نمیشناسید، او را به عنوان امیر میپذیرید و بیعت او را قبول میکنید؟ بله، ما لشکری سه، ما امیر المومنین ملا محمد عمر مجاهد هم ندیده بودم. پدرم امرایش ملاقات کرده بود، به شورای علما که رفته بود پدرم عضوش بود، و به شهید امیر المومنین منصور صاحب ملاقات نکرده بودم، اما بیعت کرده بودم، به خاطر که بیعت به واسطه شده بود، اموجه که در جایی که بیعت می شد امرایش بیعت شده و امیر ماستک، امیر خود می دانیم. این لازم نیست که او را حتما باید ما ببینیم. بسیار خوب، پس نیاز نیست که شما او را ببینید و شما او را بشناسید. از نگاه شریعت نیاز نداره لشکری صاحب، اگر می داشت باز دیدنش لازم بود. بسیار خوب آقای مبین، من یک سوال در پایان از شما دارم و می خواهیم که واضح جواب بده. شما در صفحات اجتماعی به خانواده ها و به افراد زیادی کمک می کنید در این شب و روزها، آرد و روغن و برنج و نخود و لوبیا و هر چیزی که گیرتان می آید. من می خواهیم بدانم که این پول از کجا می آید؟ آیا پول شخصی خودتان است و یا کسانی که در کنارتان هستند این زمینه را فراهم می کنند؟ لشکری صاحب محترم، پولی است که اول شروع از پول خود کردیم، پولی است که مردم افغانستان در داخل افغانستان و از خارج از افغانستان، خواهرای ما در این رول بسیار کلان را داره، برادرای ما داره، مادرای ما داره، هم افغانای ما الحمدلله از گوشه گوشه افغانستان پول میفرسته، به طور ثبوت بر ازوا پس ویدیو را رای میکنیم اگر که و اعتماد دارن، اما ما نمیخوایم که بدون ثبوت کدام کار را کنیم و الحمدلله در طول یک سال به بسیار از خانواده های یتیم، بیوه، مسکین کمک کرده. مردم پولی که روان میکنه پول شخصی ما نیست، پول مردم است، پول مردم افغانستان است الحمدلله. بسیار خوب آقای جنرال مبین، سپاسگزار از شما که وقت دادید تا با شما مفصل گفتگو کنیم. من میدونم شما در کابل هستید و کیفیت تصاویر ارسالی هم کمی دچار مشکل است، اما به هر صورت از شما سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که موفق باشید و امیدوار هستم که روزی دوستانتان آنقدر سینه فراخ داشته باشند که ما را هم بتوانند در کنار خود در کابل تحمل کنند. لشکری صاحب، ما کاملا برات یقین میتونم، مثل بیادرت، مثل یک همکارت، هر وقتی که کابل می آیی ما از هر نگاه تضمین میکنم کابل وطنت است، افغانستان کشورت است، ما بیادرت هستم، من حیث یک بادیگارت هم رایت میرم، هر جایی که تو سفر میکنی با سر چشم و با کل افغانای ما دعوت ما اینمی است. لشکری صاحب یکی از جورنالیست های هستی که از صمیم قلب برات احترام دارم، یک افغانی هستی که همه مردم افغانستان برات احترام داره، امی دوری کشور ما سرت روادار نیستم، با کشورت بیا، هر رقم کمک که از دست ما میشه امرایت میکنیم انشالله. زنده باشید، تشکر از شما جناب مبین، وقتتان بخیر، امیدوار هستم که همیشه موفق و سربلند باشید. خدا نگهدار. تشکر از شما دوستان عزیز تا اینجا با ما همراه بودید. باز هم تاکید میکنم که گفتگوی ما به هیچ عنوان سیاسی نیست، ما تنها داستانهای سیاسی با افراد سیاسی رو ورق میزنیم. خدا نگهدار، تا دیدار دیگر. ماه رمضان مبارک.